درودی سرشار از مهر به هموطنان شجاع و آزادی خواهم به کانال مردمی آوای ایران خوش آمدید در دقایق پیش رو و در این بسته خبری با دو خبر بسیار مهم در خدمت شما عزیزان هستیم جمهوری اسلامی به فصل آخر حیاتش رسید بی سابقه ترین اظهار نظر سال توسط مقام ارشد بریتانیا حکومت ملاها تهدیدی جهانی و محکوم به نابودی هستند اعتراضات و اعتصابات کوبنده کارگران در خوزستان این تازه اول راه است اما قبل از مشروع این خبرهای مهم بشنوید پیام خواهر مجاهد کورکور آزادی خواه و میهن پرستی که به جرم مبارزه با جمهوری اسلامی و با اتهامات بی در خطر اعدام قرار گرفته است با سلام و درود خدمت تمامی مردم ایران نگار کورکور هستم خواهر مجاهد کورکور متاسفانه امروز با خبر شدم که حکم اعدام برادرم در بر شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده لطفا صدای برادرم باشید برادر من پیکونا است جمهوری اسلامی به فصل آخر حیاتش رسید. بی سابقه ترین اظهار نظر سال توسط مقام ارشد بریتانیا حکومت ها تهدیدی جهانی و محکوم به نابودی است دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه بیسابقه با روزنامه تلگراف که سوم دیماه منتشر شد گفت در اینکه رژیم ملها به دنبال نفوذ کاملا بدخواهانه در منطقه و جهان است شکی نیست وی متعهد شد که تمهیدات بازدارنده بیشتری در قبال تهدیدات جمهوری اسلامی به کار گرفته شود این بی سابقه ترین تهدید در طول سالهای اخیر توسط یکی از مقامات ارشد بریتانیا است بر همین اساس منابع در بریتانیا تایید کردند که دولت این کشور به زودی سپاه پاسداران را در لیست تروریستی این کشور قرار خواهد داد بنا به گفته ی این منابع اطلاعاتی دولت این کشور در طول یک سال گذشته بارها به اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران نزدیک شده بود اما هر بار کشورهای غربی و به خصوص آمریکا دولت انگلستان را از اتخاذ این تصمیم مهم باز می داشتند. اما بعد از شروع جنگ اخیر بین گروه تروریستی حماس و اسرائیل که با پشتیبانی کامل سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی صورت پذیرفت، اکثر دولت مردان بریتانیا به این نتیجه رسیدند که تنها راه مقابله با خباستهای بیپایان نظام علی خامنه‌ای ای رو در روی مستقیم با سرمار در تهران است. حال کامرون که این هفته از منطقه دیدن کرد و با همتای مصری خود در مورد جنگ اسرائیل در غزه و همچنین وضعیت ناآرام دریای سرخ به گفتگو پرداخت جمهوری اسلامی را به کمک به گروه های نیابتی متهم کرد وی به تلگراف گفت جمهوری اسلامی در حال نفوذ کاملا بدخواهانه در منطقه و جهان است در این شکی نیست شما حوسی ها را دارید حزب الله و البته حماس را دارید شپنظامیان مورد حمایت ایران در عراق را دارید که به پایگاه ها و نیروهای بریتانیایی و آمریکایی حمله می کنند اینها همه نیابتی هستند و من فکر می کنم این بسیار مهم است که اول از همه رژیم جمهوری اسلامی یک پیام فوق واضح دریافت کند که این تهدیدات تحمل نخواهند شد کامرون افسود ما باید با متحدانمان کار کنیم تا مجموعه واقعا قوی از اقدامات بازدارنده علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنیم و مهم است که این کار را انجام دهیم کامرون در پاسخ به این پرسش که آیا لندن آماده اعمال سایر اقدامات علیه این تهدیدات هست یا نه گفت این موضوع چیزی نیست که عمومی قابل طرح باشد اما توضیح داد باید هشدار بسیار واضحی به حوسی ها و حامیان سپاهی آنها ارسال شود که ما این حملات ادامه دار به کشتیرانی را تحمل نمی کنیم. به اعتقاد ناظران عدم واکنش مناسب در مقابل تهدیدات چند بعدی جمهوری اسلامی و شرکای آن در منطقه محور مقاومت را بیشتر از هر زمان دیگری گستاختر کرده است. سردار بسیجی محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرده آمریکا و رژیم صهیونیستی به زودی باید منتظر بسته شدن دریای مدیترانه و جبل تارق و سایر آبراها باشند یکی از انتقادات به دولت بریتانیا خودداری از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی است پیش از این گوئیدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی به مسیر کنونی ادامه دهد بهتر است آن را از روابط بین الملل حذف کرد وی در مصاحبه با روزنامه ایلفولیو که سیوم آذر ماه منتشر شد گفته بود نقش رژیم ایران باید روشن شود نمی توان باور کرد کشوری که بنزین روی آتش می پاشد بدون هیچ مزاحمتی همچنان به کار خود ادامه دهد جان استافپرت مدیر ارشد محیط زیست و تجارت اتاق بین‌المللی کشتیرانی که 80 درصد از ناوگان تجاری جهان را در بر میگیرد نیز به آسوشیتد پرس گفته است در شرایطی که 40 درصد تجارت آسیا و اروپا به طور معمول از طریق آبراه انجام می شود، ناامنی در دریای سرخ تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. بر اساس گزارش مجله اکونومیست، 53 درصد تجارت کانتینری جهان در دریای سرخ متوقف شده است. حمله حوثی به نفکش ها و کشتی تجاری بخشی از دفاع نامتقارن جمهوری اسلامی در منطقه است بدون اینکه مسئولیت این حملات را به عهده بگیرد اعتراضات و اعتصابات کوبنده کارگران در خوزستان این تازه اول راه است اعتصابات و اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز امروز دوشنبه چهارم دیماه ماه 1402 وارد سومین روز خود شد این اعتصاب در اعتراض به ممنوع ورود شدن دهاتن از کارگران این مجتمع صنعتی آغاز شده است کارگران گروه ملی فولاد اهواز از روز شنبه دوم دیما به دلیل ممنوع الورودی و مسدود شدن کارت شماری از کارگران این مجتمع و همچنین اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند. اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز امروز دوشنبه چهارم دیما وارد سومین روز شده و به گزارش منابع کارگری همه بخش های این مجتمع صنعتی بزرگ در این اعتصابات حضور دارند. به گزارش منابع کارگری درهای ورود و خروج مجتمع فولاد اهواز همچنان در کنترل کارگران است و راهپیمایی اعتراضی از محل شرکت تا میدان بقایی در ورودی جاده خرمشهر در جریان است صدها کارگر اعتصاب کننده با راهپیمایی در خیابانهای اهواز شعارهایی از جمله درود بر کارگر مرگ بر ستمگر ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم میجنگیم سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه و اگر مشکل حل نشه اهواز قیامت میشه سر دادند Yeah. کارگران گروه ملی فولاد اهواز مدت هاست که به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در این مجتمع اعتراض دارند. نهادهای امنیتی و مدیران گروه ملی فولاد اهواز نیز فشار بر فعالان کارگری و کارگران معترض را افزایش داده تا از اعتصاب آنها جلوگیری کنند. در ادامه این فشارها از روز شنبه کارت ورود 21 کارگر مسدود شد و همین موضوع سبب آغاز دور تازه اعتراضات و اعتصاب در این مجتمع صنعتی شد. بامداد یکشنبه نیز کارت ورود 17 کارگری دیگر مسدود شد و به این ترتیب شمار کارگران تعلیق شده به 38 نفر رسید. این فشارها نتوانسته کارگران را از ادامه اعتراضات منصرف کند و اعتصاب کارگران امروز دوشنبه چهارم دی ماه و برای سومین روز ادامه یافت است. علی محمدی مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران اهواز پس از اعتصاب کارگران همه بخش کارخانه در روز شنبه دوم دی در توضیح مسدود شدن کارت ورودی 21 تن از کارگران گفته بود که با هماهنگی شورای تامین استان کارت حدود 20 نفر بسته شده است تا تجمعات با متوقف کردن خطوط تولید دنبال نشود کمیته عالی منابع انسانی فعلا تصمیم بر بستن کارت ها گرفته و این تصمیم با هماهنگی شورای تامین انجام شده است مدیر فولاد اهواز مدعی شد واحد ملی فولاد تنها قادر به اجرای 10 درصد طرح طبقه بندی مشاغل است ما به دلیل آنکه مجموعه با بدهی های فراوان و مشکلات متعدد هستیم عدد ده درصد را پیشنهاد دادیم اما کارگران معترض آن را نپذیرفتند و اظهار کردند که متناسب سازی باید در حدی اجرا شود که حقوق کارگران به متوسط دریافتی گروه فولاد اکسین و گروه فولاد خوزستان و گروه نیشکر هفت تپه برسد و برای این امر باید هفتاد درصد به حقوق متوسط کارکنان اضافه شود اما یک شرکت مانند گروه فولاد خوزستان مثلا ده هزار میلیارد تومان سوددهی دارد و وضعیت آن با گروه ملی فولاد در اهواز که یک شرکت زیانده هست کاملا متفاوت خواهد بود مهرماه امسال نیز 17 کارگر گروه ملی فولاد که در اعتراضات پیشین این مجتمع صنعتی حضور داشتند در دادگاه محاکمه و به شلاق و زندان و جریمه نقدی محکوم شدند دور تازه این اعتصابات در حالی آغاز شده که گروه تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد در متنی درباره این اعتراضات نوشته که اگر فقط یک بار زندگی می میخواهیم کارگران رزمندهی باشیم که زندگی با شرافت را به جای زلت و بردگی برگزینیم. بگذار شانه به شانه برادرانی حرکت کنیم که به حقوقشان و خانواده هایشان عشق می در ادامه این متن آمده که میخواهیم فرزندانمان با تنین ادالت طلبی ما به وجد آیند. بگذار مبارزانی باشیم که در چشمان طبقه کارگر برق جوشش و پویش می این نهاد سنفی در پایان تاکید کرده که تازه آغاز راهیم نبردی دشوار که وسوسه تسلیم در آن راه ندارد گفته بودیم میاییم این آغاز راه است دادگاه اهواز 17 کارگر گروه ملی فولاد را به دلیل شکایت کارفرما به زندان شلاق و جریمه نقدی محکوم کرده است در پایان حکم صادر شده نیز آمده که 74 ضربه شلاق به مدت سه سال تعلیق شده است این 17 کارگر در تجمعی در سال 1401 به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله اجرا نشدن طبق بندی اعتراض کرده بودند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که پیش از این شکایت شرکت از کارگران در سال گذشته در پی تجدید نظر دادگاه به قرار منع تعقیب ختم شده بود که شرکت شاکی دوباره اقدام به شکایت از کارگران معترض کرد و حالا این کارگران محکوم شدند. بر اساس این گزارش دادگاه انقلاب اهواز متعاقب گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده کیفری شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین از جانب شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مبادرت به صدور رأی بدوی درباره کارگران معترضی کرده است که سال گذشته به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله بحث عدم اجرای طبقه بندی اعتراض کرده بودند کارگران گروه ملی فولاد اهواز در سالهای گذشته بارها اعتراضات و اعتصاباتی را به دلیل بیتوجهی مسئولان استان و مدیران این مجتمع به خواسته هایشان برگزار کرده بودند. همراهان و یاران گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم. یادتون باشه که به یاد قهرمانان سربدار میهن کامنت به فارسی و انگلیسی زیر این ویدیو بنویسید تا جامعه بین المللی قهرمان واقعی ایران زمین رو بشناسند.